نکته بعدی در رابطه با فلجی اندام ها یا اعضای بدن توته ها بیماری ویروسی نیوکاسل و آنفولانزا هست. سلام، امروز میخوام در رابطه با علل فلجی ناگهانی جوجه های غاز مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. فلجی جوجه های غاز معمولا یک فلجی عمومی هست. اگر ما رسیدگی های لازم رو در رابطه با پرورش غاز نداشته باشیم، ممکنه یه مقدار ازمون تلفات رو بگیره. به همین خاطر در 2 هفته اول یا 3 هفته اول معمولا باید مراقبت‌های لازم رو از جوجه‌های غاز انجام بدیم تا دچار مشکلات فلجی ناگهانی در غازها نشیم. چون غازها در 2-3 هفته اول واقعا یه مقدار حساس هستند به آب و غذا و دان و بعد یه مقدار مسائل مربوط به بهداشت و بیوسیکیوریتی اینا حساس هستند. باید مراقبت‌های لازم رو در 2-3 هفته اول انجام بدیم. اما چه عاملی باعث فلجی ناگهانی غازها در سنین پایین تر و هفته های پایین تر میشه، اینها رو من به ترتیب خدمت دوستان عزیز توضیح میدم. نکته اول بوتولیسم هست یا به هر حال اون مسمومیت غذایی و آبی هست. ممکن است از سایر نقاط ما خوراکهای مسموم رو وارد فارم خودمون بکنیم و از این طریق گله های خودمون رو آلوده کنیم و سم بوتولونیوم که تولید میشه عامل اصلی فلجی غازها در واقع به حساب میاد، که فلجی بدن، فلجی عضلات، بعد تشنگی، اسهال و همه اینها رو در واقع ما از سم بوتولونیوم میدونیم که بسیار هم خطرناک است و تلفات بیشتری هم از ما میگیرد. عامل دوم آنتریت ویروسی هست که عاملش هرپس ویروس هست. اینها هم خطرات بسیار زیادی برای جوجه های غاز دارند در هفته های اول که باید مراقبت بیشتری ازشون بشه. علائمی که معمولا آنتریت ویروسی ایجاد میکنه خونریزی بافتی هست، یعنی خونریزی بین مویرک ها هست، خونریزی رگ های درون بافت ها، ضایعات لنفی هست. اینها در واقع عوارضی هست که این ویروس و آنتریت ایجاد میکنه و معمولا حدود 97% مرگ و میر رو ایجاد میکنه. باید مراقب باشیم که در واقع این مشکل رو در واقع نداشته باشیم. پاهای جوجه های 2-3 هفته رو چک کنیم، ببینیم که زیر پاهاشون دچار خراشیدگی، زخم و یا عارضه های دیگری نباشه. همون روزهای اول اگر ما این کنترل ها رو انجام بدیم، موفقیت های بیشتری رو کسب خواهیم کرد و از این بره هم عبور خواهیم کرد. عامل بعدی عفونت های استخوان هست یا بهش میگم پولی آرتریت، که باز مربوط به زخم های پای مربوط به جوجه ها میشه. اینم بیماری بسیار خطرناکی هست که دوستان باید مراقب این هم باشن. نکته بعدی در رابطه با فلجی اندام ها یا اعضای بدن جوجه ها بیماری ویروسی نیوکاسل و آنفولانزا هست. این دوتا بیماری رو دوستان حتما مد نظر قرار بدن و واکسن های لازم رو در فارم خودتون حتما واکسن B1 و لاسوتا رو سعی کنید که حتما در فارم خودتون اینها رو تزریق کنید، چه به صورت آشامیدنی چه به صورت تزریقی اینها رو داشته باشید. نکته بعدی بحث مولدهای درون خانوادگی هستند. شما اگر در واقع بتونید نرهای مربوط به مولدها رو از سایر جاها خریداری کنید و از فارم خودتون برای مولدگیری استفاده نکنید، بسیار مناسب است. علت این که شما اگر از نرهای داخل فارم خودتون استفاده کنید، حالت اینتنسیو به وجود میاد، اون شدت همخونی در داخل فارمتون بالا میره. از نظر ژنتیکی هر چقدر میزان همخونی و شدت همخونی در داخل فارم بالا بره، به همون اندازه بیماری در داخل گله بیشتر میشه و محصولتون میاد پایین، گوشت میاد پایین، بیماری ها خودشون رو بروز میدن و ظهور میدن و شما نمیتونید مولدهای سالم رو از گله بگیرید. به همین خاطر اون بحث مولدها رو دوستان به خاطر داشته باشند که سعی کنن در مولدگیری از جاهای دیگر نرهای خودشون رو تهیه کنن که بتونن
مولدهای سالمتری رو در واقع داشته باشن. نکته بعدی بحث بالانس کردن جیره هست. دوستان ببینید، اگر شما انرژی، پروتئین، کلسیوم، فسفر اینها رو در حد مطلوبی به دامهای خودتون ندید، به طیور خودتون ندید، به جوجه‌های خودتون که معمولا نیاز بیشتری دارن به اینها ندید، مشکلات فلزیب ها ممکنه درشون به وجود بیاد. در بحث ویتامین ها هم توضیح دادیم خدمت دوستان که اینها قابل برگشت هستن. اگر از مکمل های ویتامین استفاده کنید اینها رو میتونید سریعا درمان کنید. نکته بعدی بحث رطوبت و دما در جوجه کشی هست. اینها برامون اهمیت زیادی داره. هر چقدر اینها رو ما بتونیم کنترل بیشتری روی رطوبت و دما داشته باشیم، جوجه های سالمتری رو میدیم بیرون. اینها در همون جوجه کشی باید کنترل بشن، بعد از جوجه کشی دیگه فایده ای نداره. دوستان عزیز سعی کنید اگر خودتون دستگاه های جوجه کشی دارید، بحث رطوبت و دما رو کنترل کنید تا بتونید جوجه های سالمتری رو داشته باشید و از این فلجی ناگهانی مربوط به جوجه های غاز بتونید پرهیز کنید. و آخرین نکته در رابطه با پرورش جوجه های غاز در هفته های اول در سطوح شیبدار هست. هر چقدر سطحی که شما میخواید اینها رو پرورش بدید شیبدار باشه و در اثر این شیب جوجه ها پاهاشون معمولا کج میشه و خم میشه، معمولا با عارضه فلج ناگهانی هم دوچار میشن. دوستان سعی کنن که غازهای خودتون رو در یک سطح مسطح و در یک سطح مناسبی سعی کنید پرورش بدید که به این عارضه دوچار نشید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در رابطه با فلجی و بیماری های اینچنینی دوستان سوالی داشتن حتما کامنت کنن تا در اسرع وقت به سوالات عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.